درود بر شما با فراخبر. با من شمسمانی خوش آمدید. در این برنامه میبینید پرونده ذخایر ارضی افغانستان، از استادگی جو بایدن تا خط و نشانهای امارت اسلامی. آیا واشنگتن با کابل وارد گفتگو خواهد شد؟ پس از آن که رئیس جمهوری آمریکا از تمدید فرمان اجراییش درباره دارایی‌های افغانستان خبر داد، حالا رئیس کمیته تفتیش بانک مرکزی افغانستان میگوید برای نگهداری از 3.5 میلیارد دلار افغانستان که به بازماندگان قربانیان حمله های 11 سپتامبر اختصاص یافته، نیاز است تا بانک مرکزی افغانستان با شورای قانونی ایالات متحده وارد گفتگو شود. همزمان حکومت سرپرست میگوید اگر دارایی‌های افغانستان از سوی آمریکا آزاد نشود، از راه‌های قانونی برای آزادسازی آن گام خواهد برداشت. اما انتظار فعلی برای چیست؟ راه‌های قانونی کدام هاست؟ و در نهایت آمریکا در چه صورتی آماده آزادسازی ذخایر ارضی افغانستان خواهد شد؟ اینها و بیشتر در فراخبر. مهمانان من در این برنامه آقایان سید مسعود استاد دانشگاه و سیر قریشی رئیس پیشین اتحادیه بانک‌های خصوصی است. مهمانان گرامی بسیار خوش آمدین به بحث. آقای مسعود، اگر برنامه را با شما آغاز بکنیم، می‌دانیم که جو بایدن فرمان اجراییش درباره ذخایر ارضی افغانستان را تمدید کرده، اما آیا آمریکا با امارات اسلامی در این زمینه وارد گفتگو خواهد شد؟ قربان شما، سلام بر شما، سلام به آقای قریشی و سلام بر کسایی که ما را می‌شنوند و می‌بینند. بسیار تشکر. خدمت شما هستم که در اول باید گفته شود که کاملا از نگاه معاملات بین المللی و معاملات بانکی جهانی که در چوکات تجارت بین المللی بحث میشه، عمدتا یک مسئله کلان حقوقی داره. این مثلا به این معنا که 9.5 میلیارد دلار ما که در اقتدار 7 میلیارد دلار به آمریکا و 2.5 میلیارد در دبی هست، از جانب یک حکومت مشروع، این صرف نظر از اینکه حکومت چگونه بوده، بله، خوب بوده، خراب بوده، از حکومت مشروع در یک حساب در بانک‌های آمریکا گذاشته میشه و در قص اونمو صلاحیت دار حساب هم خود امو دولت مشروع است. از این لحاظ او میتونه چنین کار را انجام بده، میتونه برداشت کنه اگر نکنه. از این لحاظ من فکر میکنم که حرفایی که جناب رئیس جمهور بایدن میزنه و حرکاتی که در مقابل پولهای افغانستان آمریکا انجام دادن غیر قانونی است. رفتن به 3.5 میلیارد دلار ما به امانات صندوق امانات بازم غیر قانونی است، برای اینکه هیچ کسی حق نداره که در حقیقت مقدار وجوه نقدی یک حساب که صلاحیت دارش کسی دیگه باشه، او کشور یا یک فرد حقوقی دیگه در حقیقت او را مداخله کنه و انتقال بده، مگر اینکه یک بانک یک محکمه او را تثبیت بکنه که محکمه طرف قبول دو طرف باشه، بله. و جانب دیگر یک که حاکمیت میگه که پول در حقیقت رها کنه به ما استفاده کنه، می هم در حقیقت غیر قانونی است به خاطر اینکه این حاکمیت تا حال به دولت ارتقا نکده و به رسمیت شناخته نشده. در صورتی که به رسمیت شناخته شود، میتونه که این منس یک دولت مشروع چنین کار را انجام بده و چارمی، بله، در شرایط فعلی وقت امارت اسلامی میگه که از امارات از امریکا میخواد که پولهای افغانستان را آزاد بکنه و اگر آزاد نکنه از راه های قانونی گام برخواهد داشت، در شرایط فعلی راه قانونی هست؟ میشنوین صدای مرا آقای مسعود؟ بله میشنوم شما را. بله، راه قانونی در شرایط فعلی وجود داره؟ وقتی امارات اسلامی میگه که اگر امریکا آزاد نسازه، ما از راه قانونی اقدام خواهیم کرد. خب پیش برای دولت، برای حاکمیت افغانستان پیشنهاد میکنم که پوشمیش نگردن، برای اینکه در حقیقت یک کار ناشاد از لحاظ قانونی و از لحاظ داکوگری و به گفته مردم از راه بدماشی میشه که آمریکا یک کس دیگه رو انجام بده، به خاطر که در حقیقت خود حاکمیت افغانستان تا حال مشروعیت جهانی پیدا نکرده، مراد به رسمیت شناخته نشده و منیسی یک شخصیت حقوقی تا حال زور نکرده. تا که شخصیت حقوقی زور نکنه، منیس یک دولت مشروع نباشه، حق و صلاحیت گرفتن حساب نداره. شما در بانک‌های بسیار کوچک افغانستان هم اگه ببینید، ما به نام حسابات تعلیقی داریم. ما وقت رئیس نظارت بانک بودیم، در اونجا ما حسابات تعلیقی داشتیم، کسایی که صاحب صلاحیت گم بودن، معلوم نبودن یا فوت میشدن، تا ای که در حقیقت وکیل زو تعیین میشد و شخص معین میشد، بازو مثلا میشد که با حساب زو بیا و در حقیقت حرکت انجام بدن. در غیر صورت ما جانه به دیگه چیز دیگه میگم که آقای مهرابی که اومده، در حقیقت این آقای مهرابی رئیس تفتیش سابقیه
بانک مرکزی که مورد تایید تمام دنیا بوده قرار داشته. حال فعلا که دولت حاکمیت افغانستان مورد تایید قرار نداره، بانک مرکزی از این هم مورد تایید قرار نمیتن تمام دنیا. از همین خاطر است که کمک ها با ای آی بی نه به بانک مرکزی، چگونه رئیس تفتیش بانک مرکزی نماینده افغانستان در مذاکرات و در جای دیگه میره. همین آدم هم در حقیقت یک نوع لابیگری خود آرام بکنه و در حقیقت برخلاف منافع مردم افغانستان کار نکنه. لطفا چی کار را برخلاف منافع مردم افغانستان کرده؟ شما ببینید که ما عمدتا 9.25 میلیارد دلار که داریم، که 7 میلیارد دلار از اینکه امیال در آمریکا وجود داره، 2.5 ایش که دولتی است که مردم سکتور خصوصی است، این مربوط مردم افغانستان است و دولت افغانستان هر دولتی که باشه، که مشروع باشه، به نمایندگی از مردم افغانستان بتونه از این حساب کار بگیره و صاحب صلاحیت شود. در غیر از صورت چنین شخصی که خودش دقیقا امریکایی الاصل افغانی است، اینا به منظور یک تثبیت یک حق و یک سیاست امریکایی به منظور زدودن تمامی بسیار تشکر کنم سیده جوزم داره که 3.5 میلیارد دلار زیده خود امریکایی ها به خاطر او جبران 11 سپتامبر میگیره که اصلا مردم افغانستان در این حیث در موردش حتما میپرسم آقای مسعود. اگر اجازه بدین از آقای قریشی هم بپرسم. آقای قریشی، رئیس کمیته تفتیش بانک مرکزی افغانستان مشوره میده که برای حفاظت 3.5 میلیارد دلار از دارایی های افغانستان که به بازماندگان قربانیان حمله های 11 سپتامبر اختصاص یافته، نیاز است تا بانک مرکزی افغانستان با شورای قانونی ایالات متحده وارد گفتگو شود. این حرفی است که شاه محمد مهرابی میگه. این شورا فکر میکنین چقدر با صلاحیت است و در چی صورتی فکر میکنین که آماده گفتگو خواهد شد با بانک مرکزی افغانستان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما بینندگان تلو نیوز، همکاران تکنیکی شما و خدمت استاد معظم گرامی. بسیار تشکر. این موضوع را میخوایم از لحاظ تکنیکی و همچنان ما عضویت متخصصین جرایم مالی دنیا را دارم. اولی که آقای مهرابی از لحاظ حقوقی هیچ کدام رسمیت یا صلاحیت نداره. در پلوی ازی اگر ما ببینیم به تاریخچه امارت اسلامی و اعضای ازی سازمان ملل متحد بر اولین بار در سال 1999 در واکنش به فعالیت های طالبا که شامل آموزش گروه های تروریستی می شد، طالب ها را تحریم کردند، که در حال حاضر امکنون سازمان ملل متحد بیش از 130 عضو طالب در لیست شستک و در پلوی ازی یکی از اعضای بلند رتبه خود بانک مرکزی افغانستان به نام نور احمد آقا شامل فهرست تحذیرات ایالات متحده امریکا است که او مربوط دفتر کنترل دارایی های خارجی که اوفک میشه. و اگر شما ببینین چهار لست عمده که بسیار خطرناک است و تمام نهادهای مالی دنیا و همچنان غیر مالی دنیا وقتی که با شما کار میکنند، داد و ستد میکنند، کشورها با یکی دیگر داد و ستد میکنند، همیشه این چهار لسته که دفتر دارایی کنترل خارجی امریکا، شورای امنیت سازمان ملل متحده است، اتحادیه اروپا است و لست انگلستان است، او را اینا ارزیابی میکنند. و فعلا چون تحریم ها به انواع مختلف هستک و فعلا در افغانستان چون تحریم بخش هدفمند و بخشی هستک و قسمی که قبلا استاد اشاره کردن، وقتی که دولت در سطح بین المللی به رسمیت شناخته نمیشه، خود ارتباط و ارتباطات بانک مرکزی با سایر کشورها که ارتباط داره از بین میره، در حالی که بانک مرکزی یعنی تنظیم کننده اصلی نظام مالی است. اما فعلا هیچ گونه شناخت از سایر کشورها و بانک‌های مرکزی نداره. از امو خاطر به این معناست که سیستم مالی افغانستان امروز یکی از آسیب پذیرترین سیستم‌های مالی در دنیا می باشه. چرا که فراموش نکنیم که ما امکنون نظر به دید مثلا نهادهای معتبر چی از لحاظ گروه اگمانت است که نهاد مرکزی واحد استخبارات مالی دنیاست که بیشتر از 150 کشور عضویت شده و بر از اینا راپورهای خود در قسمت تمویل تروریسم و پولشی روان میکند. گروه ویژه اقدام مالی است که فتح ما برش میگیم، شبکه بین المللی اطلاعات پولشویی است، دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد است و گلوبال ویتنس یا شاهد جهانی است، شفافیت بین المللی است، شاخص جهانی ملندکس است. اینا همگی از اینا نگرانی خود در قسمت
امارت اسلامی داره و در پولی پس شما میگن آقای قریشی میگن که وارد گفتگو نخواهد شد، اما از طرف دیگه هم وقتی میبینیم همونطوری که استاد اشاره کرد در مورد آقای قریشی، خوب افغانی الاصل آمریکایی است و ظاهرا در سوی آمریکا هم گماشته شده، در صندوق امانی هم که اونجا عضو است. یعنی این مشوره به معنای این نیست که نشان به تبر حال آمریکا آماده است برای یک گفتگو با بانک مرکزی افغانستان. سکرین مایره بر شما از لحاظ تکنیکی بعض نقاط اشاره کردم و بعض نقاط دیگه شما میگم. در این جای شک نیست که خود کار ایالات متحده آمریکا غیر قانونی است. بله. که امو ذخایر ارزی افغانستان اونا منجمد ساختن و او را با 3.5 میلیارد شه برای تمام کسایی که فامیلاشون آسیب پذیر شدن از لحاظ حمله 11 سپتامبر دادن. قسمی که اینا 3.5 میلیارد زیرا اینا ترانسفر کردن و انتقال دادن به بی آی اس که تقریبا 60 از 60 بانک مرکزی دنیا عضویت شده داره و در اونجا طبعا یک حساب دیگه گماشته در اونجا میشه که مفادای زو جمع‌آوری میشه. حتی مثلا امروز شما اگه ببینین 645 میلیارد دلار آمریکایی ذخایر ارزی روسیه پیش آمریکا میال فعلا منجمد است. این به معنی از این نیست که فرض مثال اونا حق داشته باشن بگن که ما تقریبا مثلا 100 میلیارد از ما به خاطر کسایی که آسیب دیدن در اوکراین بر از اینا میتیم، چون حق زیره نداره. ولی این نقاط ولی خوب این کار آمریکا در قبال دارایی های افغانستان کرده دیگه، با توجه به اینکه تمدید هم کرد فرمان اجرایش جو بایدن. خب فرمان را که تمدید کرد غیر قانونی است، ولی چیزی را که من میخوایم اینجا اشاره کنم، البته یکی از مشکل ترین نقطه که امروز در افغانستان به وجود آمده خود فقدان یا عدم شناسایی امارت اسلامی طالبان است. از اون خاطر ای اگر مثلا آقای مهرابی پیشنهاد را کرده و یا مثلا امارت اسلامی طالبان میخواهد که مثلا با ایالات متحده آمریکا یا با یک کمیسیون خاص که اینا میخواهند تشکیل بتن صحبت کنند، اونا صحبت های زیرا نمیپذیرند تا وقت امارت اسلامی افغانستان به رسمیت شناخته شوه و دوباره از یک چینل رسمی اونا گفتگو کنن. این پول مربوط دولت افغانستان و یعنی بانک اگر به رسمیت هم شناخته شوه نیاز برای گفتگو است. یک چنین چیز را اشاره میکنین شما، یعنی همزمان با به رسمیت شناسی این پول ها آزاد نخواهد شد. در صورتی که وقتی که اینا به رسمیت شناخته میشن، طبعا شما مثلا یک حکومت قانونی وجود می داشته باشه و بعد از آن طبعا وقتی که اینا رو به رسمیت میشناسن، ما گفتم 130 اعضای از اینا که تحت لیست ملل متحد قرار دارن، اونا هم از لیست خارج میشن. بعد از اون گریک باز میشه. بسیار تشکر ممنونتون آقای مسعود. همونطور که آقای قریشی میگه که خب ظاهرا گره خورده با مسئله برسمیت شناسی حکومت سرپرست در افغانستان این موضوع، ولی از طرف دیگه وقتی میبینیم این پول از سوی رئیس جمهوری آمریکا اختصاص یافته است، 3 میلیارد دلارش به بازماندگان قربانیان حملات 11 سپتامبر، اگر برسمیت هم شناخته شود این فرمان اجرایی ممکن است لغو شود شما میگین، و از طرف دیگه رای قانونی در شرایط فعلی وجود داره آن چه مشوره می تاخای مهرابی؟ خومدتن یک راههای وجود داره. قبل از اینکه به این جواب برم، یک چیز باید خدمتتون عرض کنم که در مواد امنیت ملی آمریکا چنین یک ماده وجود داره، در صورتی که منافع ملی آمریکا در یک چیز بخواهد ولو کسی باشه نباشد، در چیزی میتونه که آمریکا یک جانبه اقدام کنه. مثلا رئیس جمهور پاناما را رفتن در خط گرفتن و اون داره اختطاف کردن، آوردن در امریکا محاکمه کردن و زندانی ساختن. این معنا داره که تقریبا میتونه چنین کارکایی را انجام بتن یک کسایی. ولی ما یک چیز خدمت شما ما میخوایم که عرض کنم که عمدتا در افغانستان و این مسئله 9 میلیارد افغانی که 9.5 میلیارد دلاری که وجود داره، آمریکا با وجودی که غلطی ها و اشتباهات کلان خود را انجام میتن، با وجودی که اشتباهات انجام میتن، یک نوع جفای ملی را و جفای در مقابل خود آمریکا و در مقابل خود افغانستان انجام میتن. به این معنا که اینا میتونن که چنین کار را انجام بتن، میتونن که مذاکره بکنن، ولی یک نوع سیاست درویه را به کار میبرن. من میخوام که امیر تاکید کنم مثلا چه سیاست شما میگید؟ سیاست درویگی را امیر لحظه پیش میبرن. شما ببینید که حاکمیت افغانستان به رسمیت نمیشناسه و حتی کشورهای دیگر هم تا اندازه ممانعت میکنه که با چنین کاری که
این کشور را به رسمیت بشناسند. بله. ولی از جانب دیگر درخت سیل و خیلی از اثار به منظور تحکیم قدرت حاکمیت افغانستان حرکت میتن. شما ببینین که امیال از لحاظ نظامی 85 میلیارد دلار درخت تمام وسایل نظامی به اونجا جا گذاشته شده برای حاکمیت. در پالوش 1.2 میلیارد دلار از طریق بانک آسیایی خود آمریکا به اینجا حرکت داده شده. از طرف دیگه هم اگر گزارش سیگار رو ببینیم آقای مسعود، اونجا هم گفته شده که آمریکا دستور داده به متحدانش که هیچ نوع قرارداد و تعهد و به هر حال هر چیزی که بحث سیاسی و اقتصادی داشته باشه با امارات اسلامی امضا نکنه. بله، و جانب دیگه چیز جالبی است که تو سیگار بازم شو خوب شد سیگار را گفتن. سیگار خودش میگه که تمامی پولایی که از جانب آمریکا اومده به افغانستان، نه خود آمریکا و نه کسی دیگه در حقیقت مرجع و منبع خط چیزی به ما نشون نمیده. مانا داره که علاوه از اینکه در پشت پرده حرفای دیگه است و در روی پرده حرفای دیگه است. امیل از شما ببینید که وقتی 3.5 میلیارد دلار شما رو میبره در صندوق امانات میبره توسط لابیگریایی که جناب میرابی که از ناس اونو انجام میشه، این نه تنها به خاطر تولید به کار نمیره، بلکه این به خاطر میگه به خاطر مصرف به کار میره، به خاطر کمک های بشری و غیره این به کار میبره. مانا داره که میره تا 3.5 یعنی مگر به معنای حیف و میل شدنش است. امین خب شما دیدین در حقیقت ولی از طرف دیگه میگه که مفاد کرده حتی این چند میلیون دلار در میمونه. 5 میلیارد دلار به وجود اومده این واسه که مثلا فقر شما از 90 برن پایین تر، از 90 به 97 خیلی خیسته و 75% بیکاری بر شما کشیده، 5% سطح رفاهیت اومده که یکی از بدترین شرایط روزگار ما امیال انمی مسئله است. و این در حقیقت با یک حاکمیت این کمک ها صورت میگیره که در حقیقت تال هیچ کشوری بوده بر اسمت نشاخته، حتی کشورهای دیگه آسوا سفارتخانه رو قید میکنن. من نمیگم که آیا این حاکمیت خوب است یا خراب است، گپاش به خود سیاست مدارا مطرح میشه، ولی من میگم در صورتی که اگر در صورت مذاکره صورت بگیره، مذاکره دو جانبه داره، یعنی یک جانب جانب دیگه مانا داره که هر دو دارای صلاحیت حقوقی باید باشه. صلاحیت حقوقی دولت ها وقتی است که این دولت یکیش مشروع باشه، این مانا در هر دوی مشروع، مثلا آمریکا مشروع است در مقابلش یک دولت مشروع، ولو که دیکتاتور باشه، ولو که دموکرات باشه، سوسیالیست باشه، اسلامی باشه، چی باشه، خب مشروع باشه. مانا دارد کشورهای به رسمیت شناخته شده باشه، کرسی خود ملل مدد داشته باشه، در صندوق واجهی بانک جهانی و غیره و غیره داشته باشه. بسیار تشکر. از این روز میتونه که داخل مذاکره شود و گپ بزنه. در غیر از اون مسئله داکوگری مطرح میشه که تو چقدر میگیری، من چقدر میگیرم. یک چیز دیگر هم میخوام که روشن کنم با آقای میرابی که میشنوام، شاید او رو بشنوند، که زیاد نگوین که ما چند میلیون دلار فایده کردیم. شما اگر 9.5 میلیارد دلار به کار پرتین و 10% بین خود در خط شما 900 چند میلیون فایده میکنه. درست. و خود در خط بله. اگر اجازه بدین استاد ما بگردم با آقای قریشی. آقای قریشی وقتی پول مفاد کرده این به این معناست که 3.5 میلیارد دلار آزاد شده، درست؟ خب 3.5 میلیارد دلار آزاد شده ولی در اختیار بانک مرکزی افغانستان قرار نداره. شما اگر امروز ببینین مثلا یک شعبه بسیار مهمه که به نام مارکت آپریشن میگن، استاد میفهمن در بانک مرکزی قبلا فعالیت داشتن و اونا چی میکردن که در قسمت ذخایر ارزی افغانستان سرمایه گذاری میکردن، همی وظیفهشان بود که مثلا اونا مفاد به دست بیارن و عین کار فعلا که در بانک بی آی اس هستک و طبعا وقتی که پولی که در اونجا منجمد شده و در اونجا پول بلاک شده، ای خو امو قوانین امی چیز ایجاب میکنه و امی قوانین وجود داره که باید از مفاد ازی در یک حساب دیگه باید از که نگهداری شوه و او پول فعلا در اختیار بانک مرکزی افغانستان قرار نداره و حتی متاسفانه گفته میتونیم که امروز سیاست پولی یا دیپارتمنت سیاست پولی افغانستان فعلا فعال نیستن، اونا چونان نمیتونن که برنامه های خود به شکل درست پیش ببرن. بله. و یکی ای که فعلا در افغانستان چون یکی از علت هایی که افغانی امروز ارزش خود در مقابل دلار بیشتر از دست نداده به خاطر از ایست که قبلا چون هم افغانی در مارکت بیشتر بود و هم دلار بیشتر بود و چون میتونسته که بانک مرکزی او را کنترل کنه، ولی امروز ما میبینیم که هم پول افغانی کم است و هم پول دلار کم است، ارزش خود از دست نداده. و در پولی ازی یک نقطه را ما میخواهیم که اشاره کنیم ایست که خود بعض نقطه که بسیار مهم است، خود واحد استخبارات مالی افغانستان که یک شعبی بسیار مهم و استقلالت خود داشته باشه، ازی بیشتر خود جامعه بین المللی نگران است که اینا مستقل نیستن، کارهای خود به شکل درست اینا انجام میدن و همچنان گروه فتح بیشتر نگرانی دارن. ممنون، شما سپاسگزارم استاد.
خب اما طوری که شما میگن که کار جو بایدن یک کار حقوقی و قانونی نیست، وقتی اختصاص دادن پول ها را به کسانی که در حملات 11 سپتامبر آسیب دیده، ولی در شرایط فعلی هم میگن که نمیشه وارد مذاکره شد چون دو طرف در یک جایگاه مشترک قرار نداره، پس چی باید شود سوی امارات اسلامی در شرایط فعلی تا اینکه از حیف و میل شدن این پول حداقل جلوگیری کنه اگر آزاد نمیشه؟ خدمت شما شما که یک مشوره معلوم بیت معلم برای آمریکا و حتی برای آقای بایدن که در حقیقت 3.5 میلیارد دلار افغانستان که در حقیقت به خاطر جبران خساری 11 سپتامبر دور میخوره، هیچ گونه ارتباط مردم افغانستان با این حادثه نداره. یعنی مانا داره که حمله امرو از لایم تدی آمریکا در وقتی که آمدن بعد از 11 سپتامبر در اونجا بعد از او در حقیقت 7 میلیارد و 9.5 میلیارد در تجمع کرده. ما به امروی از اون هیچ کار نداریم. کسی کار داره میتونه امروش کار داشته باشه. و در پالوش 3.5 میلیارد دلاری که انتقال داده بازم کاملا غیر قانونی و در حقیقت هست. من فکر میکنم چون مسئله سیاست هست و چون خود کشور ما سیاست زده شده، حتی مسئله بانک و مسئله دیگه هم سیاست زده است. من فقط برای مردم افغانستان و برای دولت بعدی افغانستان ما میگم که هیچ گونه مشکل ما نداره. ما نداره مشکل بانک‌های آمریکا داره، خود آمریکا. برای اینکه مردم افغانستان 9.5 میلیارد دلار خود وقتی گذاشته، بعد از هر دولت مشروعی که بیاد 9.5 میلیارد دلار از میخواد. و اینجا هم مردم نقش نداشته، وقتی 3.5 میلیارد دلار میره به یک بانک امانی مثلا در سوئیس، اینم همونطوری که شما میگین به معنای حیف و میل کردنش است. او زمان اگر قانونا اقدام بکنه افغانستان در برابر آمریکا، میتونه از این مجرا هم حداقل گردن آمریکا را بگیره. یک چیز در خدمت عرض کنیم که لطفا شما دیگه 3.5 نگوین، برای اینکه 3.5 میلیارد دلار که میگم 3.5 میلیارد دلار دیگه ریزی که در آمریکا سر فراموش ما میشه. برای آقای میرابی از مخ رود یک رن 3.5 میگه او را که ما 3.5 دیگه را فراموش بکنیم. مانا داره که هر دو 3.5 مجموع 7 میلیارد دلار کسی حق نداره با این ببرم. یک چیز برای آقای میرابی، برای دوستای ما هست حضرت قریشی زمان میفهمن که به خاطر گریز یک مصارف فرصتی، یعنی اپوچنوی کاست در اون وقت جمهوریت که ما بسیار موافق از این بودیم، پولایی که ذخیره شده بود در افغان در بانک بانک مرکزی ما شما این انتقال دادن به یک از بانک های دیگه به خاطر مسئولیت و دوران که تا اندازه بر ما پول بده در حقیقت مفاد هم بدست بیاد و مسئولیتش هم بیشتر باشه. از این لحاظ ما در حقیقت هفته اینجا آوردیم 2.5 در دبی را بردیم. هر 9.5 میلیارد دلار ما دلار مردم افغانستان است. مردم افغانستان حق داره که به نماینده و هر دولتی که بیاد به نمایندگی مردم افغانستان دعوای خود کنه، یا در چون صاحب صلاحیت است حساب خود میگه صلاحیت انتقال میده و نمیده. یک چیز دیگه به خدمت دست شما که در شرایط بسیار حالت اضطراری که به وجود بیاد، حتی دولت ها حق ندارن و بسیار احتیاط حرکت میکنن تا ذخایر پولی خود ذخایر پولی که پشتوانه پولیشان است او را استفاده کنن. اگر استفاده هم میکنن او را به تولید استفاده میکنن تا بتونه بهره وری ایجاد شود و مفاد برش ایجاد کنه، نه به خاطر مصرف. بسیار تشکر. اولیا خورده 3.5 مصرف کنه برای ما. بسیار تشکر. میشه بعد از 20 سال دیگه باز ما بشینیم تا 7 میلیارد دیگه برای پشمانه پولی جمع کنیم. بسیار تشکر. ممنونتان. مسخره است. سپاسگزارم آقای قریشی. یک دقیقه وقت داریم. شما فکر میکنین که کسی است که از آمریکا بپرسه وقتی اقدامهایش غیر قانونی هم است؟ خب یگانه مرجعی که صدای مردم و ملت افغانستان مثلا از طریق رسانه شما باعث کارشناس مسائل بانکی و مالی و همچنان استاد ما هست که ما میگیم که این کار غیر قانونی است و این یک حرکت قانونی نیست و در پلوی ازی ما دیگه هیچ کدام گزینه نداریم، به خاطر که مرجعی که میتونه که از دارایی افغانستان از پول ملت افغانستان بازرسی کنه و ای را دوباره برگردانه، او یک دولت که توسط جامعه بین المللی شناخته شوه، حتی چی امارت اسلامی که بعدا به رسمیت شناخته شوه، اینا میتونن که قانونی دوباره این پول ها را نمی رای قانونیش کدام است؟ مثلا حالا مثلا وقتی آقای مهرابی بحث میکنه مطرح میکنه که باید با در این مورد صحبت بکنه با شورای قانونی آمریکایی، شورا چقدر میتونه
ما از این طریقی رسانه شما برتون امیر میگم که به هیچ قیمت نمیتونن که این پول به این شکل که نا پیشنهاد کردن دوباره برگردانن. یگانه رایش اینمی است که اونمو 3.5 میلیارد دیگه ایران که اونا در اونجا منجمد ساختن به خاطر کسایی که آسیب دیدن از خاطر 11 سپتامبر، امو میشه که دوباره این پول مثلا ماننده که به بیای 3.5 میلیارد بسیار تشکر آقای سیار قریشی رئیس پیشین اتحاد بانک‌های خصوصی و آقای استاد سید مسعود استاد دانشگاه. از حضور هر دو مهمان گرامی و سپاسگزار شما که بیننده فراخبر بودین. شبتان بخیر.